This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? درود گلای تو خونه، شراب خورای نمونه، عشق بازی بس دیگه. بریم سراغ بس اصلیمون، شراب کیوی. خب تو قسمت یکم اگه یادتون باشه تا اونجا جلو رفتیم که گفتیم اینو بعد از اینکه قفل هوا رو گذاشتی بذاری یه جای تنگ و تاریک و به مدت 2-3 هفته حتی تا 4 هفته هم میتونید بذارید بمونه. کیوی یه میوهیه که یه خورده اسیدی ماننده. من پیشنهاد میدم زودتر از موعد اونو بیاید صاف و سیفون کنید، یعنی سر همون 2 هفته اینا جواب کارتونو میده. الان 3-4 روز داره میگذره، نگاه کنید قفل هوا داره چیکار میکنه. این مخمره طبیعی دیوونه کرده این شرابای منو، یعنی ببین شرابام آس شدن. میگن بابا ارسی این چیه به جون ما انداختی؟ واقعا این مخمر طبیعی رو از دست ندید بچه‌ها، برید حتما اونو درست کنید، اصلا کاری هم نداره. حالا یه کلیپ دیگه میخوام درست کنم در مورد این مخمر طبیعی که بدون انگور باشه، چون فصل زمستون انگور نیست. اونو هم به زودی میذارم براتون، منتظرش باشید. الان دقیقا 2 هفته داره میگذره و نگاه کنید شرابی ها که من گذاشتم به این صورت. کیوی ها هنوز روی آبه و به اصطلاح آب روشون رو نگرفته. چرا میخوام این کارو بکنم، میخوام صافش کنم؟ چون کیوی همونجور که بهتون گفتم اسیدیه و اگه بیشتر بذارم بمونم به ترشی میره. واسه همین سر همین 2 هفته، حالا به همین صورت بود که توفالا رو بود یا توفالا پایین بود، شما همون 2 هفته تقریبا اینو صاف کنید و نذارید بیشتر بمونه. این تجربه‌ایه که من در مورد این شرابای اسیدی مثل پرتقال، مثل کیوی و چیزهای دیگه به دست آوردم. اونو به وسیله یه پارچه توری نازک صاف میکنید. قبل از اینکه صاف کنید به این صورت کامل شکی شکی میکنید، یک دست میکنید و اونو از این پارچه رد میکنید. این پارچه هر چقدر بافتش نازکتر باشه، ظریفتر باشه بهتره. چرا؟ چون که توفاله کمتری ازش رد میشه و در نتیجه شرابتون شفافتر میشه، خاص‌تر و زلال‌تر میشه، مثل خودتون که خاص و ویژه‌اید. زمانی که اینو داخل توری ریختید نم نم و کم کم باهاش بازی کنید که کاملا هرچی آب داخل این توفاله هاست خارج بشه. بعد از اون اونو باید برگردونید داخل همون ظرفیو که داشتید، ظرفو کاملا بشورید و بذارید خشک خشک بشه. ظرف نباید خیس بشه، حالا در حد کوچولو موچولو خیس باشه ایراد نداره، ولی آب زیادی نباید داخلش باشه که شرابت کپک میزنه. خب الان شاید برات سوال باشه که ما اینو ظرف این 2 هفته میخوایم صاف کنیم، آیا تخمیرمون تموم شده؟ آیا کل شیرینی به الکل تبدیل شده یا نه؟ اینو من به وسیله هیدرومت یا شیرین سنج تست میکنم براتون که شما هم خیالتون راحت باشه که بعد از 2 هفته کل اون شیرینی به الکل تبدیل شده. مقداری از شرابمو داخل این ظرفم میریزم و هیدرومت رو فرو میکنم توش. اگه عدد 1000 و کمتر از 1000 نشون بده، که داره نشون میده، همون حدود 1000 رو داره بهم نشون میده، شرابم رسیده است و کل شیرینی ها به الکل تبدیل شدن. برید حالش رو ببرید، برای بچه محلاتونم تعریف کنید، بگید ارسی اینجوریه اونجوریه. خب الان اگه میخواید شراب کیویتون سبز رنگ باشه، بعد از اینکه اونو داخل شیشه ریختید، یک بار دیگه به فاصله 2 روز استراحت از یه پارچه دیگه که بافتش نازکتر باشه رد میکنی و داخل این شیشه های
کوچیک میریزی که باز با این کار دارم، یعنی این در همینجا تموم نشده، صبر کنید تا آخر با من باشید که بهتون بگم چی به چیه. ولی اگه رنگ شفافتر میخواید، حالت عسلی سبز مانند، چجوری بهتون بگم، پسته‌ای میخواید که با من باشید تا بهتون بگم چی کار کنید. برای اینکه اونو زلالتر و شفافتر کنید باید از ورق ژلاتین استفاده کنید، شمایی که داخل ایران هستید. ورق ژلاتین رو هم از قنادی ها میتونید تهیه کنید، به ازای هر لیتر شراب میتونید 1 گرم بزنید. روش استفادهش هم به این صورت، مقداری از همین شراب رو بر میدارید، به طور غیر مستقیم اونو گرم میکنی، ولر میکنی، ورق ژلاتین رو میندازی داخلش، به شکل ژله در میاد و اونو بر میگردونی داخل شرابت، شکی شکی میکنی، 2-3 روز بعد سیفونش میکنی. و اما دوستانی که خارج از کشور هستن، نمونه های زیادی هست، سایت آمازون هم میتونید تهیه کنید، به شکل قرصش هست، پودرش هست، مایش هست و میتونید هر کدوم هم روش استفادهش رو روش زده استفاده کنید. خب اینو الان من ضدعفونی کننده و زلال کننده رو بهش زدم و شکی شکیش میکنم، 3-4 روز دیگه اینو میارم و میبینید که این سبز رنگه پایین رفته و اون حالت عسلی ماننده، پسته ای ماننده روی اون سبزه رو گرفته. اینو هم عرض کنم خدمتتون، زمانی که مجدد خواستید اینو بذارید که زلالتر و شفافتر باشه، حتما قفل هوا رو استفاده کنید. چرا؟ چون ممکنه باز گاز تولید کنه و منجر به تکیدن بطریتون بشه، یادتون نره. الان 3-4 روز داره میگذره، نگاه کنید که چقدر شفاف شد، حالت عسلی مانند شد، سبزا کاملا رفتن کف بطری چسبیدن. این تقریبا 3-4 روز مونده، اگه 1 هفته میمون باز خیلی زلالتر و شفافتر میشد. تو این مرحله من به وسیله شلنگ، از این شلنگ های فیلتردار، اینو سیفون میکنم. شما اگه از این شلنگ ها نداشتید، کافیه 1 بار دیگه 1 پارچه استفاده کنید، یعنی زمانی که از همون شلنگ های معمولی استفاده میکنید 1 پارچه به این صورت خروجی شلنگتون بذارید و بذارید در این پارچه 1 بار دیگه رد بشه، کاملا زلال و شفاف میشه. بریم انجام بدیم اینو با هم دیگه. اینو هم اضافه کنم، بطری رو که میخواد شراب و داخلش بریزید پایین باشه، یعنی سطحش پایین تر از اون بطری اصلیتون باشه که عمل سیفون به راحتی انجام بشه. و همچنین این شلنگی رو که اینجا وارد بطریتون کردید نبرید پایین، یعنی به توفاله نرسه. الان من 2 تا رنگ از این شراب کیوی به دست آوردم، یکی به این صورت حالت عسلی و خیلی شفافه و اون یکی به این صورت سبز رنگه ولی شفاف نیست، خوش رنگه، باحاله. و هر کدوم رو دوست دارید، اگه خواستید به این صورت سبز باشه دیگه به زلال کننده اینا نزنید، ولی اگه اون رنگو دوست داشتید و شفاف دوست داشتید بهش اون زلال کننده یا ورق ژلاتین رو بزنید. بخش خوشمزه و لذیذش، وانیل میخوام اضافه کنم، وانیلو هم حتما این قسمتی رو که میخوای اضافه کنید، یعنی در انتها همین الان، وانیلتون باید مایع باشه، پودری نباشه. چرا؟ چون که اگه پودری باشه شرابتون حال بد میشه دیگه، حالت توفاله میره داخل شرابتون. مقدار خیلی کمی، نگاه کنید در همین حد کافیه. به 2-6 به طور مساوی میزنم از این مقدار وانیلیو که دارم و بعد از اونم بهش عسل میخوام اضافه کنم. عسلو هم به ازای هر لیتر شرابی که دارید میتونید 1 قاشق مرباخوری تا حتی 1 قاشق غذاخوری هم بزنید، این طعمش رو میزون میکنه، 1 نمه هم گازدارش میکنه. اگه بذارید مدت زیادی بمونه و در بطریتون عالی کیپ بشه که گازش بیشتر میشه، ولی بطریتون جنسش زخیم باشه، اگه زخیم نباشه میترکه، بوم، خدا نکنه بطریاتون بترکه. بعد از اینکه عسل رو اضافه کردی باز باید شکی شکی کنی به هر طرفی که دوست داری. من به همه طرف ها دوست دارم، به این سمت دوست دارم، به اون ور دوست دارم،
بالا دوست دارم، پایین دوست دارم، همه مدلی دوست دارم. شما ببینم به کدوم سمتی، منظورم اینه که به کدوم سمتی دستتون راحت تر میتونید اینو شکی شکی کنید. فرقی نمیکنه، مهم اینه شکی شکی بشه. ببینید آه، در مورد شرایط نگهداریشو عرض کنم خدمتتون، از الان به بعد بهترین دمایی که بتونید اینو نگهداری کنید 12 تا 15 درجه است. زیر 20 درجه اوکیه، و این نذارید بیشتر از 20 درجه بشه که یه خورده حالت بوی گند میگیره شرابتون. و اگه بتونید تو این بوتی های شیشه ای بریزید که عالی، فوق العاده است، ولی اون بوتی های پلاستیکی رو برای مدت طولانی من پیشنهاد نمیدم. این شراب کیوی هم میتونید نگه دارید، 2-3 سال راحت میتونید نگه دارید، ولی بیشتر از 2-3 سال طعمش زیاد جالب نمیشه. من یک بار این کارو کردم، زیاد باب میلم نبود، ولی بهترین زمان خوردن از الان به بعد، یعنی از این روزی که اینو به این صورت بهش وانیلا عسل زدید، تقریبا 2-3 هفته بعده تا 4 هفته، 1 ماه در نظر بگید. بعد از 1 ماه اینو بخورید، ببینید بمبه، بمب، کیف میکنید. از هر کدوم یه مقداری بریزم داخل گلسام و به سلامتی همتون بزنم. و عبز کلیپو هم میذارم. کیوی، هر سوال، تقدیر، تشکر خاصی برای من بفرستی، کلمه کیویو بنویس و کامنتتو ارسال کن. در عوضش منم از مولام آقام زکریا میخوام که همیشه یار و نگهدار همتون باشه و هیچ وقت غم نبینید، غم ندیده از دنیا برید، منتهای مراتب بعد از 1000 سال، و با ادب از دنیا برید. یعنی زمانی که خدای نکرده از این دنیا رفتی، همه بگن چقدر با ادب بود، چقدر با مرام بود. کوچیک شما ارسلان. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.